سلام، جمعه 12 مرداد 97 3 آگست 2018 میلادی در مورد 4 موضوع امروز صحبت میکنم. موضوع اول اینکه 4مین روز اعتراضات مردم هم تداوم یافت و روز جمعه هم با وجود اینکه در بسیاری از شهرها حضور سنگین نیروهای امنیتی و سرکوبگر از صبحگاه وجود داشت، بسیاری مردم از هفته بعد از ظهر به بعد و شامگاه دست به اعتراض و تظاهرات زد. آمدن به خیابان در شب هم امکان شناسایی رو کم میکنه و هم اینکه امکان تعقیب و گریز نیروهای امنیتی رو کاهش میده. امروز در کرج، قحطریجان، تهران، قزوین، کرمانشاه گزارش شده که و فیلم های دیده میشه که مردم به خیابان ها آمدند و تظاهرات کردند. در گوهردشت کرج شاید تندترین شعارها و گسترده ترین اعتراضات صورت گرفت. چند موتور نیروی انتظامی رو مردم به آتش کشیدند و در سراح گوهردشت ایستگاه اتوبوس رو آتش زدند و درگیری بین مردم و نیروهای امنیتی هم گزارش شد. در قحطریجان استان اصفهان در فیلم‌های منتشر شده صدای آژیر و تیراندازی شنیده میشه. در همدان شعار مرگ بر بسیجی داده شده و در شاهینشهر اصفهان هم نیروهای سرکوبگر شلیک گاز اشکاور کردند. قزوین و کرمانشاه هم از شهرهایی بودند که حضور مردم و تظاهرات در اونها گزارش شد. اما در تهران در پارک دانشجو در چهارراه ولیعصر و ادامه اون در بخشهایی از خیابان ولیعصر حضور مردم و شعار دادن و اعتراض وجود داشته. بعد از مسابقه فوتبال بین پرسپولیس و فولاد هم تماشاچیان بعد در هنگام خروج از استادیوم آزادی شعار مرگ بر دیکتاتور سر دادند. شعارهای گوناگونی در هر کدام از شهرها و تظاهراتی که صحبت شد سر داده شده. شاید یکی از تندترین اونها شعارهایی است که علیه شخص آقای خامنه‌ای سر داده شده، از قبیل ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما، نشون میده که به درستی جهتگیری مردم به نقطه کانونی قدرت و مسبب اصلی وضعیت فعلی کشور متوجه است. به هر حال 4 روز بعد از شروع دور جدید اعتراضات مردم که میشه گفت 3 محور اصلی رو در اون میشه دید. محور اول گرونی، وضعیت اقتصادی و فشار تورمی و فساد و مسائلی است که مردم رو به ستوه آورده. محور دوم متوجه شخص آقای خامنه‌ای، دیکتاتور، رهبر، ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی است و ساختار سیاسی اون. و محور سوم هم در اعتراض به دخالت در بیرون از ایران، اتلاف منابع ملی در نقاط دیگه و اینکه اولویت ایران و ایرانی در نظر گرفته نمیشه. بعد از 4 روز اعتراضات با بازتاب‌های جهانی مختلف این اعتراضات داشته، بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی و رسانه‌های بین‌المللی امروز اخبار این اعتراضات رو منتشر کردند. فیلم‌هایی رو که مردم تهیه کردند
نشون دادن، از جمله گزارش مفصلی سی بی اس امریکا داشت و همینطور سایر شبکه های خبری، و به تدریج نگاه جهانی داره متوجه این اعتراضات میشه. یکی از مطالبی که میتواند بسیار کمک بکنه به بازتاب جهانی اعتراضات مردم، تهیه فیلم هایی است که مردم اعتراض کننده تهیه میکنند و روی شبکه های اجتماعی قرار میدن. اما در سوی مقابل در مشهد سعی کرده بودند که راهپیمایی حکومتی به راه بندازند، جمعی از طلاب رو به خیابون آوردند و جالبه که اونها شعار داده بودند که قصه روحانیت، گرانی و معیشت، نوع تظاهراتی که به جای کلیت نظام سعی میکنه فقط دولت رو نشونه بگیره و عملا آقای خامنه ای رو از نقطه کانونی مخالفت های مردم به دور بداره، در حالی که به درستی مردم ایشون و کل نظام رو نشونه میده. بر صورت اعتراضات خیابانی که یکی از اعتراضات عمومی که اعتراض خیابانی یکی از روش های اونه و کلن اعتراضات عمومی یکی از سه ستون مبارزات مدنی است، به تنهایی نمیتواند که مردم رو در مبارزه خودشون به پیروزی برسونه. دو ستون دیگه مبارزات مدنی و مقاومت مدنی مردم ها، یعنی تاکتیک های عدم همکاری، تاکتیک های مبتنی بر تحریم و بایکوت کردن مؤسسات حکومت، اعتصاب، از کار انداختن ها و فلج سازی ها به همراه نقشه ها و برنامه ها برای ریزش حکومت و باز کردن بخش های مختلف حکومت از یکدیگر و ایجاد اختلاف در اونها، سه ستونی است که مبارزات مدنی و مقاومت مدنی مردم رو میتونه به پیروزی برسونه. اما قصه پرغصه کشتن کولبران با شلیک گلوله مستقیم نیروهای انتظامی کماکان ادامه داره. در دو هفته گذشته دست کم 9 کولبر با شلیک مستقیم کشته یا زخمی شدند. آخرین اونها شامگاه 10 مرداد ماه در منطقه سلماس، کولبری به نام سلیمان بادوشیوه که متأهل هست به ضرب گلوله کشته شد. موضوع دوم این که امروز جمعه، امام جمعه ها در اکثر نقاط کشور معلومه که با دستور واحد به شدت به اعتراضات مردم حمله کردند و اکثرا خواستار شدت عمل و برخورد شدند. از جمله امام جمعه بوشهر گفته بود که باید مشکلات رو به روش سبک خلخالی حل کرد. مراد او خلخالی سمبل اعدام و به خون کشیدن مردم در انقلاب اسلامی است و در واقع این آقای امام جمعه دنبال خون و خونریزی و اعدامه. صدیقی امام جمعه تهران هم رسما گفته سپاه باید مشکلات رو حل کنه، در حالی که سپاه خودش اصل مشکل و بخشی از مشکله و قبلا هم سپاه دولت رو در دوره احمدی نژاد به دست گرفت و فاجعه خلق کرد. اما آقای علم الهدا امام جمعه مشهد هم بسیج رو گفته باید اقدام عملیاتی بکنه. به هر حال وحشتی که این آقایون امام جمعه ها دارن در گفتار اونها و صحبتاشون کاملا دیده میشه. موضوع
سوم اینکه شرکت اسکانیای سوئد سازنده یک کامیون که در دو سال نیم گذشته متوسط سالیانه 5 تا 6 هزار کامیون به ایران فروخته اعلام کرد که قراردادهای خودش رو دیگه قرارداد جدید امضا نمیکنه و تا نیمه مرداد ماه که مهلت امریکا برای تحریم خودرو سازی ایران سر میرسه از ایران خواهد رفت و قرارداد جدیدی و کامیون جدیدی به ایران نخواهد داد. تلویزیون اسرائیل هم از قول اپوزیسیون سوریه نقل کرده که اسرائیل حمله به 3 نقطه در غرب دمشق کرده که این 3 نقطه پایگاه های نیروی قدس سپاه بوده. اما موضوع آخر این که آقای علم الهدا در همین صحبت خودش عنوان کرده برای پایین افتادن شکم نباید مقابل نظام بایستید. به ایشون باید گفت که برای برآمدن شکم روحانیونی مثل ایشون و مسئولین نظام حتما باید جلوش ایستادند. که سبز هر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.